به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین به خیر هستین جور و سعادتمند باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی خیلی خوش آمدیم خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف هشتم با همدیگه میخوایم درست است؟ فصل چندم هستیم فصل هفتم افاده های الجبری را شروع کردیم و امروز درس دوم ما و شماست درست است اما عنوانی که ما و شما باید امروز با همدیگه بخوانیم هدف درس ما و شما امروز چی است افاده های الجبری اگر یادتان باشد در درس گذشته ما و شما متحول خواندیم و گفتیم متحول چی است درست است و امروز ما و شما چی میکنیم افاده های الجبری را میخوانیم و تشریح میکنیم که افاده ال الجبری به چه شکل میباشد و یک دسته بندی هم میکنیم که افاده الجبری ما و شما به چند دسته تقسیم میشوند. درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز قبل که بریم درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را باید به ما روان میکردید از طریق واتس اپ نمبر شم 20964 780 255 40 13 درست است شاگرد عزیز اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که به شما مخاندم خب شاگرده عزیز و گرامی پس میریم سر تخته درس را شروع میکنیم. خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است افاده های الجبری. پس ما با, با نوشته کنم سر تخته. پس درس امروز ما و شما افاده های الجبری. خب شاگرده عزیز درس گذشته اگر یادتان باشد ما چی گفتیم متحول و تعریف کردیم یادتان هست متحول گفتیم اما خانه خالی که ما شما در صف اول و دوم و سوم مکتب خواندیم اما یار حال ما چی میکنیم به شکل چی حروف انگلیسی میمانیم به عنوان مثال ما در قبلا خواندیم دیگه نه خانه خالی جمع دو خب حال مساوی گفتیم اگر به جای خانه خالی ما یک عدد بانیم به با عنوان مثال سر بانیم میشه سه جمع دو جواب چند میشه؟ جواب میشه پنج سهیست ما میتونیم میره چی؟ پس نوشته میکنیم پنج اگر بجای خانه خالی بجای جای عدد سه بانیم چند؟ این هم میتونیم یک تا دایره بانوان مثال بکشیم گفته ایره بجای خانه خالی ها آره پر کو از چی عدد قیمت گذاری کارش دل شد میتونی بانی اگر من چهار چار بانیم چند میشه؟ 4 جمع دو این خانه خالی دیگه چند میشه؟ شش میشه این دایره دیگه سیست پس امیاره ما گفتیم که در مکتب خوانده بودیم در سنف اول دوم درست است الی گفتیم ما به جای همینا چی میمانیم؟ متحول میمانیم حروف انگلیسی را میمانیم میتونیم اشتا کنیم X جمع دو مساویست با نام مثال Y سعیز دو تا خانه خالی رو ما دو تا چی ماندم؟ حرف انگلیسی ماندم خب یا دقیقا چی است؟ به یا گفتیم چی متحول چون به جای از X میتونه هر عدد قیمت گذاری شد چار بانیم، سه بانیم، دو بانیم تغییر میکنه سعیز پس به خاطر ازی به X و Y چی میگفتیم؟ متحول میگفتیم. به یا میگفتیم پس متحول ها رو خوانده بودیم گفتیم خب آل متحول های کاربرد های متحول چی است گفتیم ما برای قانون های ریاضی ما میتونیم چیکار کنیم به زبان ریاضی نه نو... به زبان ریاضی نوشته کنیم یک سری قانون را که به جای که دره بگیم ما میتونیم به زبان ریاضی نوشته کنیم و کارخانگی هم همین بود دیگه نه به عنوان مثال ما میگه که یک عدد به توان یک خود عدد می پس یک عدد به توان یک خود عدد می پس ما میتونیم بهش عدد نامش ریکس بگیریم ای بگیریم بی بگیریم فرق نمی میکنه. پس میشه ای به توان یک مساویست با خود عدد پس ای به توان یک مساویست با ای صحیح است شکرت عزیز پس چی شد ای را ما با متحول همین قانونی که گفته من نوشته کنیم پس متحول فامیده بودیم آل افاده های الجبری امروز تعریف میکنیم افاده های الجبری میگیم افاده هایی که نظیر حالا ما مثال برد میزن افاده هایی که بنا هم مثال این یک یک دو. مثال کار کنم افاده هایی که مانند مثلا دو ای سیست؟ مانند جذر سه بی جمع دو اکس فرق نمی کنه مانند خط کسری دو بالا باشد در صورت باشد دو اکس منفی یک در مخرج باشد سه وای سیست؟ یا به عنوان مثال دیگه چی باشد؟ دیگه جذر پنج ای بی سیست؟ بیا به چنین افاده هایی میگیم؟ افاده های الجبری افاده هایی که چی هست؟ شاگرد دقت کنید از عملی های چون ضرب جمع تفریق تقسیم توان جذر فرق نمی هر عملی که ما شما در ریاضی در خواندیم و اعداد بینش اعداد هم داشته باشد صحیح است و دیگه چی یک یا چند متحول صحیح است پس هر افاده که یار توش داشته باشه با اون میگیم افاده های الجبری پس با نوشته کنم من افاده الجبری چی میگیم افاده که از ترکیب که از ترکیب عملیه های چون عملیه های چون عملیه های مثل بگیم بهتره افاده هایی که از ترکیب عملیه های مثل جمع مثل جمع تفریق فیست ضرب، تقسیم جذر و توان سهیست؟ پس افاده که از ترکیب عملی های مثل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، جذر، توان فرق نگوی یا کلش باشه دیگه چی؟ و اعداد و متحول ها تشکیل می شود و افاده های الجبری می گوییم. استفاده های الجبری میگوییم خب پس شکرده عزیز افاده های الجبری گفتیم افاده هایی که از ترکیب عملی هایی مثل جمع تفریق ضرب تقسیم جذر توان و اعداد و متحول ها پس ما دیگه چه داریم هم اعداد داریم هم متحول داریم میتونه چند تا داشته باشه فرق کنه، به عنوان مثال یا چی هستن افاده های الجبری هستن جذر 5 ab 2 ای جذر 3 b 2A, 3B, جمع 2 x 2 x منفی تقسیم بر 3 y اینا هم کل شی هست افاده های الجبری است خب پس دیدیم که ما متحول اول خواندیم و به کمک متحول حال چی کردیم حال افاده های الجبری رو یاد گرفتیم افاده الجبری پس به افاده ها میگیم افاده های الجبری درست شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز حالا من چیکار میکنم من میایم اول افاده الجبری رو به سه دسته کلی تقسیم میکنم تختر پاک میکنم برای نوشتن میکنم که چند دسته ما افاده الجبری داریم و ما و شما سه دسته کلی افاده الجبری داریم افاده الجبری بهش میگه افاده الجبری پولینوم ها یا چند حده ها. دیگه چی افاده الجبری ناطق و افاده الجبری غیر ناطق ولی شاگرد از دقت کنید ولی ما و شما دای سنف که ما و شما هستیم سنف و سنف نورم هم که ما و شما میخوانیم فقط افاده الجبری چند حده ها یا پولینوم ها را فقط میخوانیم ناطق و غیر ناطق فعلا کاری نداریم او را بخیر در سنف ده میخوانیم سیست پس من تختر پاک میکنم و تقسیم افاده الجبری برد نوشته میکنم که چی رقم میباشد خب شاگرده عزیز و گرامی پس من تقسیم بندی یا دسته بندی افاده الجبری رو برای نوشته میکنم دقت کن افاده های الجبری پس افاده الجبری سایست این به چند دسته تقسیم میشه؟ به سه دسته تقسیم میشه افاده الجبری ما و شما اول چی هست؟ برش میگیم پولینوم ها یا چند حده سایست؟ پولینوم یا چند عده. دوم چی هست؟ افاده الجبری ناطق پس نویشنا میکنم دوم میشه افاده الجبری ناطق و سوم چی هست شاگرد عزیز؟ افاده الجبری غیر ناطق جبری غیر ناطق سایست پس افاده الجبری ما و شما شاگرد عزیز به سه دی کلی تقسیم میشه یک پولینوم ها یا چند حده دو افاده الجبری ناطق و سه افاده های غیر ناطق اما در سنف هشتی که ما و شما میخونیم و حتی سنف نو سنف بعد ما فقط با چه پولینوم ها کار داریم سایست پس وقتی میگه افاده الجبری منظور ما پولینوم هاست اما افاده الجبری ناطق و غیر ناطق ها بخیر در سنف ده ما و شما میخونیم سایست خب اما خود پولینوم ها شاگرد عزیز خود پولینوم ها باز به چند دسته تقسیم می شوند ها یا چند حده ها چه یک یک حده یا مونوم برش میگیم سه است مونوم یا یک حده دو دو حده که برش چی گفته میشه بینوم یا باینوم هم گفته میشه و سه سه حده یا ترینوم سه است؟ سه حده چهار حده و میشه. سه نقطه میمونیم یعنی چهار حد پنج حد شش حد تا لایتنای میتونه باشه سه است پس شاگرده عزیز پس افاده های الجبری که ما و شما در وشت میخوانیم گفتیم تعریف کلیش کردیم دیگه نه گفتیم که چی افاده هایی که از ترکیب مثل چی؟ مثل جمع، ضرب، تقسیم، تفریق، جذر، توان، در اعداد سیست و چند متحول یک دو سر چند تا متحول باشه فرقی نمیکنه و ما میگیم افاده الجبری حالی گفتیم افاده الجبری رو به سی دیسی کلی تقسیم میکنیم پولینوم ها یا چند حده ها افاده الجبری ناطق افاده الجبری غیر ناطق گفتیم یا اردور فعلا کار نداریم در سنف ده ما و ما شما یار میخونیم اما پولینوم ها یا چند حده ها به دیسی تقسیم میشه خودشان یک حده دو حده سه حده چهار حده و تالای تناهی سیست خب شاگرد عزیز پس افاده الجبری تا اینجا فهمیدیم که چی است درست است خب اما اگر یادتان باشد گفتیم که افاده های الجبری چی است عملی های چون ضرب و جمع دارد هم تحول دارد متحول هم گفتیم چی است اما خانه خالی هایی که ما و شما در صنف اول دوم سوم مکتب خواندیم دیگه نه و بجای جای از اون میتونیم ما عدد وضع کنیم صحیح است خب سوال امتان به این شکل است با ما و شما اگه الجبری میده شاگرد از دقت کنه وقتی میگم افاده الجبری ما شما گفتیم در ما فقط یار کار داریم صحیح است در کتاب اگر درست افاده الجبری منظورش پولینوما یا چند حد است یار گفتیم در صنف میخوانیم پس افاده الجبری که به ما و شما داده میشه و برد میگه که به جای متحول به عنوان مثال A ای یا X یا B فرق نمیکنه خود متحول در کتاب نوشته شده سوال نوشته شده در سیست با, با ما و شما میگه که به جای از متحول یعنی قیمت واسکو کو عدد بان و شما باید دور قیمت وز کنی و عملی های جمع ضرب توان جذر چی باشه یوار انجام میتیم و جواب میکشن جواب آخر چند میشه پس ما تختر پاک میکنم شاگرد عزیز و یک تا مثال کار میکنه برایتون سیست خب شاگرده عزیز و گرامی پس یک مثال ما کار میکنیم سوال امتحانی که یا سوال کارخانگی که باز کار کنیم درست است پس دقت کنید مثال گفته که حاصل افاده الجبری مقابل را به ازای یا به جای یا به قیمت چی داده شده دریافت کنید پس نمی میکنم حاصل افاده الجبری مقابل را برای قیمت های داده شده دریافت کنید داده شده دریافت کنید خب افاده الجبری ما و به این شکل است دقت کنید شاگرد عزیز افاده الجبری ما و شما به عنوان مثال در شکل است دو ای جمع سه بی خب شاگرد عزیز دقت کنید یک نکته بسیار مهم در ریاضیات که ما و شما میخوانیم مخصوصا افاده الجبری که ما و شما خواندیم بین عدد و متحول هیچ علامه نیست دو ای. وقتی هیچ علامه نباشه علامه ضرب است این باشد صحیح است این فکرتان رو بگیرید این در زن باشد تا آخر وقتی که بین عدد و متحول هیچ علامه نباشه علامه چی است علامه ضرب است ما رو باید ضرب بگیریم پس دو ضرب دره است جمع سه ضرب بی بیه سعی است نکته بسیار مهمه. و دیگه چی بین دو متحول بین دو حروف حروف انگلیسی هیچ علامه‌ای نباشد باز هم چی است ضرب است puisse از زیرتان باشد اگر بین یک عدد و یک متحول هیچ علامه‌ای نباشد ضرب است اگر بین دو متحول هم هیچ علامه‌ای نباشد علامه چی است ضرب است puisse puisse افکتون باشد پس دو ضرب در ای جمع سه ضرب در بی است خب گفته یه الجبر ما شما داده به ما شما گفته قیمتايش رو رفع کنید دقت کنید چقدر عزیز گفته قیمت ها را واسکو. خب به ما و شما باید قیمت بده این را به ما و شما گفته بان دو و بی را بان یک خود سوالی به ما و شما میته گفته این افاده الجبری ما و شماست قیمت به جای دو واسکو به جای بی هم یک واسکو پس ما قیمت گذاری میکنم فیس کار نداره پس بهش کار میشه دقت کن عزیز پس ما به نوشته میکنیم میگم ای ما شما اگر دو باشد و بی ما شما یک باشد از این هر دو ماده افاده الجبری قیمت گذاری میکنیم پس به جای ای عدد دو را باید قیمت بانم پس این میشه دو این دو از خود سوال است ضرب در سیست به جای یعنی ای چند را میمانیم دو را میمانیم آفرین دو ضرب در دو جمع سه ضرب داره خب بی بی چند است بی ما شما گفته یک بان به جای بی چند میمانم یک میمانم خب آلیس شاگرد عزیز چی است ترتیب عملیات خیاط داریم اول ضرب است بعد جمع است دیگه نه ضرب اولویتش است بالاتر است پس اول ضرب انجام می‌دیم. دو ضرب در دو جواب چند میشه دو ضرب در اینجا چون جای نیست اینجا نوشته می دوی دو ضرب در دو ما شما میشه 4 جمع سه ضرب در یک ما شما میشه چند میشه سه پس میشه چند سه حالی چهار مثبت با سه مثبت چهار علامه نداره مثبت است دیگه نه چهار مثبت با سه مثبت هم علامه با هم دیگه جمع میشه میشه افت افت چی مثبت خو علامه چی نمیمونم چی میشه مثبت میشه صحیح است پس ما و شما قیمت اینی افاده الجبری را برای ای مساوی با دو و ای بی مساوی با یک دریافت کردیم حالی با ما و شما میگه چی کن شاگرد عزیز خود سوال با ما و شما میته. گفته ای منفی دو و بی منفی پنج مثال مثبت پنج صحیح است پس ای گفته منفی دو باند و بیره مثبت پنج بان خود سوال با ما ما شما ای داده خب ولی ما کار میکنیم ایره چرا رقم؟ پس بهش اگه من نویشته میکنم یار خود سوال با ما و شما میده افاده الجبری داده میشه قیمت ها رو به ما و شما داده میشه میگه یار قیمت بان خودت سایس پس منفی دو و پنج از کجا آمده ایره خود سوال داده ایره من به شما دادم ده سوال هم که کار میکنه ایره خود سوال به شما, شما, شما داده میشه سایس پس میرم میمانم پس دو زب در ای پس میشه دو زب در ای ای, ای, ای را گفته چند بان؟ ای را گفته منفی دو بان پس بجای منفی دو میمانم سیست؟ داخل قوس منفی دو باندم جمع شاگرد عزیز سه زب در بی بیرم به ما شما گفته چند بان؟ مثبت پنج بان پس مثبت پنج میمانم خب باز دوباره چی میکنیم؟ ضرب میکنیم دوی زب در دو چی میشه؟ چار علامه دو چی مثبت است مثبت در منفی؟ آفرین منفی پس میشه منفی خب سه پنج 15 این سه علامت چی است مثبت است پنجم علامه نداره مثبت است مثبت در مثبت نشه مثبت 15 خب منفی 4 با مثبت 15 این منفی است و مثبت است هم علامه نیستند. پس باید از هم کم و 4 و 15 کم بسازید میشه 11 علامه عدد بزرگتر 15 بزرگتر است یا 4 میگیم 15 بزرگتر است پس علامه 6 مثبت است پس جوابش میشه مثبت 11 صحیح شاگرد عزیز فهمیدید چه رقم شد پس شگرد عزیز و گرامی دقت کنید با ما و شما یک ifade الجبر به ما و شما داده میشه و میگه چی کنید قیمت های ازیر دریافت کنید و به جای متحول ها به ما و شما عددش خودش به ما میته میگه قیمت عزیز دو، دو، عزیز واسکو سه هر چی سوال خودش داده باشه ما میتونیم کار کنیم درست است شگرد عزیز پس میگیم قیمت عددی یک ifade الجبر را ما و شما میتونیم دریافت کنیم درست است خب شاگرد عزیز و گرامی یک تا مثال دیگه کار میکنیم درس امروز ما و شما خلاص میشه درست است پس مثال آخر کار کنیم پس دقت کنید مثال دقت کنید عزیز به ما و شما افاده الجبری داده میشه و قیمت متحول به ما شما داده میشه ما باید چی کنیم دریافت کنیم خب به عنوان مثال x منفی 1 بر 2 ما شما افاده الجبری داده شده ایکس منفی که بر دو و گفته به جای ایکس چند بان به جای ایکس خودش گفته ایکس بان با اون مثال سه بان صحیح خود سوال با ما شما میتایره این گفته ایکس چند بان خودش به با ما شما داده میشه خوب ایکس اگر سه بانیم چی میشه به جای ایکس با چند بانیم سه رو وزن میکنیم پس به جای ایکس میمانیم سه پس میشه سه منفی یک بر دو چقدر عزیز چند میشه جواب خب دقت کنید سه مخرج نداره مخرجی که نداشته باشه چند است مخرجش یک است آفرین پس ما و شما خود ما و شما میتونیم با یک مخرج و سه مخرج یک بیتیم، سه است خب حالا باید مخرج مشترک بسازیم مخرج مشترک نیست دیگه مخرج از یک است مخرج از او دو است مخرجش باید مساوی باشه تا بتونیم چی اعداد نسبتی است دیگه نه عدد ناطق یا نسبتی یا کسری به یو گفته میشد اگر یادتون باشد پس من مخرج از از باید برابر بسازم پس ما اگر بیایم یعنی مخرج از از در یک دو ضرب بسازم یک دو چند میشه دو میشه و مخراج هم مساوی میشه پس صورت از باید در دو ضرب بسازم پس به این شک میشه سه دوی ما و شما شش یک دو دو منفی یک بر دو خب شکر عزیز آل مخرج چی شد؟ مساوی شد یک تا از مخراج های مساوی رو نوشته میکنیم شش علامه نداره علامه شش است مثبت است یعنی یک یعنی علامه از یک است گفتیم برایش داده میشنه میشه منفی یک شش مثبت با یک منفی هم علامه نیستند از هم دیگه چی میشه کم میشه علامه عدد بزرگتر خب شش و یک کم بسازید میشه پنج علامه عدد بزرگتر شش بزرگتر است یا یک میگیم شش بزرگتر است علامه شش نداره پس علامه نداره مثبت است پس میشه مثبت 5 بر دو سیست. پس قیمت این برای x مساوی با ما دریافت کنیم پس شاگرد عزیز یک مثال دیگه کار کردیم. درست شد فامیل چه رقم شد دیگه نه پس شاگرد عزیز و گرامی افاده الجبری رو ما و شما کار کردیم تعریف کردیم و چند مثال گفتیم که چی است و دسته بندی افاده الجبری بسیار مهم است گفتیم بس دسته کلی چی مونوم ها چند حد ها یا پولینوم ها درست است افاده الجبری ناطق و افاده الجبری غیر ناطق دسته بندی کردیم و خود پولینوم ها باز به یک حده، دو حده، سه حده، چهار حده تا لای تناهی بتانه چی باشه تقسیم میشه درست است شاگرده عزیز؟ خب شاگرد عزیز درس امروز ما و شما همینجا خلاص میشه خب شاگرده عزیز و گرامی پس افاده های الجبری رو ما و شما خواندیم پس من ما تیک مارک میکنم سعیست؟ اما کارخانگی کارخانگی چی هست؟ تمرین های صفحه 162 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست شاگرد عزیز؟ های عزیز و گرامی پایان درس دوم از فصل هفته های عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین خدا نگهدارتون